بسم الله الرحمن الرحیم عرض سلام و ادب و احترام خدمت بینندگان عزیز کانال مسلمان تیوی سعید محمد کاندیدای ریاست جمهوری 1400 قراره که نماینده مجلس بشه با یک گروهی وارد شدن لیست دادن که تو برنامه بعدی حتما مفصل به میپردازم اما یه ویسی ازش اومده بیرون که ظاهرا یه جلسه گفتگوی طولانیه که منتظر این فیلم کاملش بیاد بیرون این یکی دو دقیقه وایس خیلی مهمه با هم دیگه مرورش میکنیم منتظر میمونیم اون فیلم بیاد بیرون و بعد از تماشای اون فیلم تحلیل ارائه خواهیم داد و به ماجرای لیستی که از تهران ظاهرا میخوان بدن به اون هم اشاره خواهیم کرد بریم ببینیم چی گفته یه تحلیلی هم ارائه میدیم خدمتتون برنامه رو جمع میکنیم مصاحبهایی که وزیر نفت در اون مقطع داشت که گفتن پالایشگاه سازی کسافت کاری است فشارهای بسیار زیادی از سمت نماینده مجلس رو به ما. نماینده شدن خب خرج داره و الان فرض بکن یه نفر بخواد توی لیست قرار بگیره یه لیست شهرهای بزرگ میگن مثلا 7 میلیارد تومان پول بعد بدید حالا سوال اینه که آیا این لیست فقط برای جناه مقابله یعنی اون جناه مقابل شما که میخوان بیان کاندید بشن 7 میلیارد میدن چون اصلاح طلبا تو شورای شهر تهران بود اگر اشتباه نکنم برای ورود در لیست دو میلیارد تومان پول میگرفتن یعنی یه نفر رو که مثلا حساب کش 7 سال پیش میخواستن بیارن وارد لیست خودشون بکنن این آدم باید دو میلیارد تومن پول میداد که این آدم رو توی لیست قبولش بکنن حالا چه جوری بشه بعدش کیا رو انتخاب کنن لیست نهایی چه جوری بشه ایناش اصلا یه داستان طولانی داشت حالا سوال اینه آیا مثلا اگر سعید محمد اگر ایکس ایگرگ سعید وطن خودم بخوام لیست بدم آیا من هم باید به ازای هر نفر الان 7 ده میلیارد تومان پول خرج بکنم یا نه چون من سعید وطن دوست هستم خیلی آدم خوبی هستم خیلی گوگولی مگولی اوضاع شرایط همه چی خوبه هیچ پولی نیاز نیست این اولین سوالیه که از خود آقای سعید محمد و بقیه دوستان میشه مطرح کرد ازشون سوال پرسید و کنشگری کرد ما فقط داریم سوال میکنیم ما هیچ قضاوتی نیست اینجا اشتباه نکنید اگر ما میگیم اصلاح طلب فلان کار کرد بد است آیا درباره اصولگرا یا انقلابی یا به تعبیر برخی ها سوپر انقلابی ها این صدق میکنه یا نه یا فقط مال اوناست اگر اونا این کارو کردن بده اگر ما این کارو کنیم اشکالی نداره چون شایبه هایی درباره انتخابات 1400 هم هست درباره همین آقای سعید محمد و جالب کسانی این رو مطرح میکنن که نزدیک به همون شخص و مؤسسه ای هستن که قراره با سعید محمد لیست بدن که حالا من فیلماشو گرفتم و فیلماشو گرفتم احتمالا تو برنامه بعدی نشون بدم یا توی تلگرام و ایتا بذارم لینک تلگرام و ایتا هم زیر همین ویدیو هست ببینیم در ادامه چی گفته یه سری مافیاهایی که در بیرون مجلس هستند، حالا خدمت بشه افراد که منافع مشخصی در برخی از حوزه ها دارن اونها همواره استفاده میکنن از ظرفیت بقیه نماینده‌ها که در داخل مجلس هستن مافیای خودرو شدیدا و مجلس فشار وارد میکنه و یه نکته ای رو اینجاشون میگه که دیدم تو برخی محافل سیاسی هم داره دست به دست میشه این مافیایی که بیرون هستن یکی اومده بود گفته بود که اگر فلانی دنبال منافع شخصی هست خودش کاندید میشد همون کسی که میخوان با هم دیگه لیست بدن اینها بعد یکی اومده بود از مخالفین اینها نوشته بود که آقا اون کسی که لیست میبنده قدرتش به مراتب از نماینده بیشتره چراش هم همین جاست تو صحبت های همین سعید محمد که الان شنیدید چون اون کسی که بیرون از مجلسه با فشار با لابیگری اون اهداف خودش رو دنبال میکنه و طرف رو مجبور میکنه رانت دهنده همیشه روی رانت گیرنده اعمال فشار میکنه فرض کن یه نفر رو وارد لیست میکنن میفرستنش مجلس اونهایی که این شخص رو تو لیست قرار دادن میتونن روش اعمال نظر بکنن اعمال نفوذ بکنن فشار بیارن فلان حرف و فلان جا بزن درباره فلان تر فلان نظر رو بده با فلان تر مخالفت کن مثلا یا وزیر رو تهدید به استیزاه کن همین ایران خود رو سایپا رو ببینید چند هزار نفر کارمند و کارگر داره بعضی از نمایندگان ادوار مجلس تو دوره های مختلف اومده پسر خالش و دختر و کیو کیو کی چپونده اونجا چرا وزیر رو تهدید به استیزا کرده وزیرم فشار آورده مثلا به مدیر عامل ایران خودرو که آقا فلانی رو به چپون اون تو ببین اینا درده اگر این کارو نکنی این خودش گیره چرا چون به اونا هم تعهد داده دور بعدی هم هست به هر حال تو خود مجلس هم اذیتش میکنن اگر بخواد با اونا هماهنگ نشه سوال اینجاست این لیست هایی که الان داره داده میشه ببین من مخالفت با لیست ندارم و اتفاقا من پارسال از پارسال که میگم دور قبلی لیستی رای دادم سه چهار نفرشون رو فقط من خط زدم کسای دیگر رو نوشتم چرا چون میام لیست رو نگاه میکنم اینم چهار تا آدم خوب توش هست بهش رای میدم اما این دوره من حساس تر شدم شخص خودم رو میگم به لیست نمیخوام اکتفا کنم میخوام افراد مستقلی رو انتخاب بکنم که کار آمدن متخصصا با تقوان مؤمنن سابقه خوب دارن نه اینکه دیمی طرف اتوبوسی بیارن سوار اتوبوس کردن پیادهشون کنن وارد یه لیستی کنن رای بیارن نه اینجوری من رای نخواهم داد تحقیق میکنم وقت میذارم چون الان من دور قبلی به قالیباف رای دادم اونم به خاطر اینکه سر لیست شدن اومدن گفتن اتحاد جپه جب، انقلاب و این حرفا و من این دوره به قالیباف رای نخواهم داد چون من الان ناراحتم نگرانم از آخرتم که چرا به آقای قالیباف رأی دادم من که اون سه چهار نفر رو از لیست خارج کردم یکی دیگر نوشتم میتونستم آقای قالیباف رو هم خارج بکنم این کار رو نکردم متاسفانه البته اون دوره براش حجیت شرعی داشتم اما الان که فضا یه مقدار از این حالت قبار آلودیش در اومده یه سری چیزها شفاف شده عملکرد شخص های غالیباف رو در مجلس در چهار سال گذشته دیدم خب من به این نتیجه رسیدم که ایشون صلاحیت نمایندگی از جانب من رو لاقل نداره ایشون جهادی هست نمیدونم شهردار تهران بوده در جبهه بوده نمیدونم در سپاه بوده در فلان جا بوده فرمانده نیروی انتظامی اینا برای من ملاک نیست ملاک حال افراد من الانش رو میبینم بنابر این باید حواس اون باشه اون کسی که لیست رو میبنده قدرتش از یک نماینده قطعا بیشتره. ادامهش هم بشنویم. تمخاری میکنه مافیای پتروشیمی شدیداً این کارو میکنه خیلی از نماینده‌ها دنبال بودن که حتما آدم‌های متنظر خودشون باشه. فاصله وقتی با مقاومت ما روبرو می‌شدن، میرفتن و فشار می آوردن برای استیزاه وزیر رو سراحتا می, می گفتن اگه اینی که ما می گیم نگذاری ما استیزاه و واقعا ببینید چقدر درده یکی از فکر میکنم خلقه های قانونی تو کشور ما دقیقا همینه یعنی ما در این دوره به نمایندگانی رأی بدیم به این بحث شفافیت جای خودشه ها اما همین لابیگری فشارها تهدیدها که استیزاه کنیم فلان می‌کنیم اینا هم یه سازوکاری باید براش پیدا بشه که اگر کسی اومد کسی رو تهدید کرد که اگر فلان کارو نکنی فلان شخص و فلان جا فلان تصمیم رو نگیری ما مثلا بالا تو رو سیزاه میکنیم که اون به تو فشار بیاره تای ته تا که برمی همین آقای غلامرضا که معاون وزیر کشور بود ایشون چجوری شد ما همون موقع برنامه ساختیم دیگه براش خیلی راحت فشار آوردن برش داشتن چون یه بیانیه یه بخشنامه‌ای داده بود برای انتخابات که سوء استفاده اینها نشه اما یه عده اومدن از همین مجلس همین مجلسی که الان داریم میبینیم فشار انقدر زیاد شد وزیر کشور رو مجبور کردن که برش داره چون خودش استیزا میکردن و من همون موقع برنامه ساختم گفتم بودم من به جای وزیر کشور بودم استیزا رو میپذیرفتم ولی این کارو نمیکردم چون حرف حقی زده بود آقای غلامرضا حرف حقی زده بود حالا شما می‌خواستی برش داری با این فشارها برش داشتی. الان هم جا محمد داره میگه بیا ما فلان تصمیم میخواستیم بگیریم فشار از بالا میوردن اگر آدم مؤمن و معتقد و متعهدی باشه میذاره کنار دیگه میگه آقا نه من زیر بار حرف زور نمیرم من صلاح میدونم تشخیص دادم که این کار درسته این تصمیم درست انجام میدم اما شما میخوای خلافش باشه پس من نیستم ته تایش اینه که استفا بده دیگه اما بعضی ها ادامه میدن بعضی ها زیر بار این زلت میان ادامه هم میدن ادامهش هم بشنبیم. من میرفتن ثبت میکرد بعد یه مجموعه شک گرفته بود و شخص آقای قالیباف هم با من رئیس اون رئیس هیئت و اون مجموعه بوده داره به هلدینگ یاس اشاره میکنه که تو این گفتگو ظاهرا حالا گفتم مفصلش میخواد بیاد بیرون اونجا هم تحلیلش میکنیم اگر فرصت بشه اونجا تو اون گفتگو میگه که آقا این هلدینگ یاس خارج از مجموعه سپاهه اما برخی ها برای اینکه سپاه رو تخریب بکنن گفتن هلدینگ یاس سپاه خارج از سپاه بوده و قالیباف هم که تو اینجا بوده حالا اتفاقاتی میفته ایشون مجبور میشه که به بیت رهبری نامه بزنه خود رهبری مستقیما دستور انحلال میده خیلی هم سنگ میندازن جلوی پاش اما ادامه میدن و به نتیجه میرسونن حتی جالبه میگه یک نفر رو قربانی میکنن که ظاهرا معاون حقوقی هلدینگ یاس بوده میگه این آدم آدم درستی بود پاک دست بود صالح بود مؤمن بود کارش رو درست انجام میداد اما کار رو به جایی رسوندن برای اینکه دیگه زیاد گندش در نت کش پیدا نکنه اون معاون حقوقی رو در حالی که با همسرش رفته بوده در منطقه از شهر ری سیسمونی بخره اونجا تو اون مغازه دستگیرش کردن ببین کار به کجا رسیده بوده حالا میگم امیدوارم که اون گفتگو بیاد بیرون ببینیم چیه اسم چیزی از توش در میاد چون اینقدر مبهم گفته میشه مردم باید بدونن اگر واقعا یه تخلف شده مردم باید بدونن آدما رو بشناسن ادامه هم بشنویم و در بدنه اون مجموعه یک سری مسائل و مشکلاتی مشاهده شد که نهایتا منجر به این شد که برای نهاد رهبری و مقام معظم رهبری دستور انحلال دادن بعد که دستور انحلال داده شد برای اینکه هم اگر تخلفی شده رسیدگی بشه و هم کلا مجموعه جمع بشه دیگه مأموریتی داده شد و بنده هم از طرف سپاه و طرف مجموعه سپاه اعظام شدیم برای که مسئله اونجا جمع جور بشه متعاقب اون خود بنده که مثلا جلو این جریانات استادیم مغضوب واقع شدیم و تقریبا هر کجایی که من پاسم برم توی دو سه سال گذشته آیو صدر راه شدن و مشکلاتی رو برای من ایجاد کرده و من به دوستان همیشه میگفتم ما فکر کردیم مثلا جلوی جریان فساد که نیستیم میشیم برای جوان ها الان دیدیم شده عبرتی برای جوان ها واقعا حرف دردآوریه ببین الان به سعید محمد انتقاد داریم به قالیباف انتقاد داریم به اون یکی انتقاد داریم اینا انتقاده این حرف آخر درده سردار سپاه در یک مملکت اسلامی میخواد مقابل فساد بیسته از بیت رهبری هم که دیگه مجوزش هست یا آقا انحلال از اون طرف فرمانده کل سپاه پشتش که آقا برو اینو مثلا کاراشو انجام بده و بعد که میاد بیرون یه اتفاقات عجیب غریب هم میفته ظاهرن که حالا تو اون گفتگوی کامل اگر باشه اونجا هم صحبت میکنیم وقتی یه سردار سپاه میخواد با فساد مقابله بکنه اینقدر فشار روشه من نوعی شما اون یکی که هیچ کاره ایم توی این مملکت به این با چه داستانهایی روبرو میشیم یعنی خیلی خیلی اوزا بغرنج میشه برات یا باید بیخیال چی که آقا بیخیال اصلا فساد به من چه ربطی یا اگر وارد شدی احتمال داره زندگی تو ازت بگیرن از زندگی ساقطت کنن پاپوش برات درست کنن سنگ پات بندازن از کار بیکار بشی یعنی این مافیای قدرت و ثروت هیچ چیزی براش مهم نیست شرافت انسانی برای اینها معنا پیدا نمیکنه فقط به اهداف خودشون فکر میکنن که اون اهداف رو پیش ببرن به مطامع دنیاویشون برسن حالا تو این وسط لهم شدی شدی به درک چون اون میخواد به هدفش برسه امیدوارم یک روز برسه که من و شمای نوعی آدم عادی این جامعه بتونیم این کارها رو بکنیم بتونیم مقابل فساد بیستیم این مافیای قدرت و ثروت رو به زیر بکشیم مردم یه نفس راحت بکشن خیلی از این لج و لجبازی که شما تو جامعه میبینید به خاطر عملکرد سوء برخی مسئولینه نمیخوام بگم همشون اینجوری مسئولین خوب مخلص خداشناس هم داریم که دارن زحمت میکشن خدا پدرشونم بیامرزه اما این یه عده ای که ولو اگر کم هم باشن و حتی اگر کم باشن آثار وضعی کارهای غلط اینها زیاده یعنی تو زندگی همه تاثیر میذاره خدا رحمت کنه شهید رجایی رو گفته بود تو جهنم یه جایی هست مال منه مخصوص منه که به اندازه 36 میلیون نفر میتونم تاثیر گذار باشم یه دستور غلط بدم زندگی 36 میلیون نفر رو به هم میریزه که باعث میشه من برم تو اون جای مخصوص که تو جهنم هست برای منه برم اونجا اما یه تصمیم درست میتونه زندگی 36 میلیون نفر رو نجات بده این جمعیت اون موقع ایران و الان 90 میلیونی الحمدلله ان شاء الله خدا بیشترش هم کنه خام اینو بگم اگر یه مسئول تصمیم درست بگیره اثرش تو سفره مردم میاد اگر یه تصمیم غلط بگیره زندگی مردم رو به هم میریزه امیدواریم که مسئولینی مسئولیت بگیرن در جمهوری اسلامی که رهرو شهدا باشن برای دنیا نیامده باشن برای خدا اومده باشن و خدا بهشون توفیق بده و این مردم نجیب ایران که الحق و الانصاف حقشون بهترین هاست از این فشار بیان بیرون و زندگی های خوبی داشته باشن یا علی التماس دعا خدا نگهدارتون